عرض سلام و خسته نباشید دارم حضور شما عزیزان، وطنداران، خوبان، مهربانان، کسانی که مستطیل طلوع را همین لحظه تماشا دارند. برنامه سراچه باز هم فرا رسید. جمعه شما تا این دم امیدوارم خوب سپری شده باشه و از این دم هم یک ساعت با ما فرهاد رامکی باشین و برنامه سراچه را ببینین. قصه‌های جالب با مهمان بسیار خوب و گرامی خود داریم، کسی که در برنامه های سیاسی همیشه اونا را دیدید. اعتراضات مدنی خود را هم در قسمت من آموزش دختران و بانوان در افغانستان داشتن. شما شاهد استعفایش از مسلکش یا هم از تدریسی که در گذشته در پوانتون های مختلف داشتن دیدید. حال شناختین که ما کی مهمان کردیم. بله؟ بله. مهمان امشب ما جناب جاوید مهمن، استاد دانشگاه است. جناب مهمن صد بفرمایید. السلام علیکم. خیلی خوشحال هستم که شما رو دارم. خیلی شما خوب هستید. بخیر هستید ان شاء الله. سلامت بفرمایید صد. تشکر. چی گپاست؟ روز روزگار زندگی بخیر بگذره جناب استاد. بخیر باشین، سلامت باشین. نه نام خدا بخیر میگذره، به خاطر تو خوشخویی گم تو پر انرژی اومدین جناب. باید باشین دیگه. خدا که خود خوش نگاه نکنیم مشکل است. مشکل است. ما در افغانستان خوشی بودن. دقیقاً. اگر با مردم و وطندارای ما سلام علیکی داشته باشید، بعداً سوالات را که ما مطرح کردیم حتما بسیار خوب داشتیم. درنو هیوادوالو، ز خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته وړاندې کوم. الله پاک مو کړي چې روغ جوړ اوسئ او تر دې دمه تاسو ژوند مو په خوښۍ سره تیر کړی وي. بخیر باشین مهمن صاحب. در حال حاضر مصروف چی کار است؟ شما خو استعفا داده تو در حال حاضر تدریس نمیکنید؟ بله رامکی صاحب، ما خو چون وقتی استعفا دادم، چون در کشور وقت ماندم به خاطر خدمت بود، در اینجا به خاطر مردمم خدمت کنم از هر راهی که باشه ممکن، خواستم باز یک اکادمی باز کنم. از اون طریق جوانایی که ناامید شده بود با تغییر نظام، اونا میرفتن از راه قاچاقی، ولی ما یک کار را انجام دادم در یک اکادمی که تافل و دولنگو امی کورس های کوتاه مدت که هست که اینا سپری میکنن، میتونن قانونی به خاطر تحصیل به کشورهای خارج بره. این کار آغاز کردیم و الحمدلله همش رایگان است. خور رایگان است. بله. یک رای گنجشکه که برای جوانان ایجاد کرده که یادار این بیاین درس بخونین و از این را رای خارج. نه، به خاطر از اینکه رامکی صاحب چون کشور ما ضرورت داره به کادرهای علمی، هدف ما این بوده که جوانا بره تجارب مختلف از او کشورها بیاره، چون او کشورها در بخش تکنولوژی، اقتصاد، سیاست این تجربه را داشتن. ما خواستیم که جوانا بره پس دوباره با دست پر بیاین در افغانستان. خب یعنی بیاین پس؟ بله آه، بخاطر ازی. من آرام شدم نشک روان شان کنین. نه نه، خدای نخواست یک گام بدین که بره بخیر. نه نه نه، بخاطر ازی نیست. بخیر باشین. شما از آغاز امارت اسلامی تا اکنون گفته نمیتونیم تک مدت را در برنامه های سیاسی میزای گرد خیلی فعالانه اشتراک میکردید، روی موضوعات مختلف تبصره میکردید و بحث های خود را داشتید و انتقادات و پیشنهادات همچنان، اما مدت میشه که کمتر بر رسانه دیده میشه. دلیلش در چیست؟ چرا روز به روز افراد فعال ما یک قدم به عقب میگذارن؟ رامکی صاحب، ما زمانی که فعالیت های سیاسی و مدنی را آغاز کردم در رسانه، ما فکر میکنم که در ابتدا هیچ کس جرأت از این نمیتونست کرده که بیاد در رسانه باز بین وام حرکت های مدنی و باز امو چیزی را که ملت و افغان ها میخوای او را بیان در اینجا بازگو بسازه. یک ترس و حراس وجود داشت در او زمانی بود که ما این جرأت کردم و خواستم که صدای ملت خود، صدای افغانای خود بلند کنم و حقی را که اینا داره او کار انجام دادم و شدید دنم در برنامه سیاسی بدون ازی که حراس داشته باشم و ترس داشته باشم. چرا؟ چون گپ حق بود و
خواستهای افغان ها بود این کار انجام دادم. ولی فعلا ماشاءالله رامکی صاحب جوانای بسیار خوب و فعال را داریم که آمدن در این میدان و ما در بعض رسانه ها آل اشتراک میکنم، ولی او زمان بیشتر بود فعالیت های ما در پهلوی از اینکه ما به رسانه ها میایم اکادمی و فعالیت های خیره را ما انجام میتیم. خب نگفتید دیگه که همه قدر مصارف یا تیل موتر یا همونمو کرایرهایی که باید به خاطر کرای تاکسی و موترهای لینی پرداخت میشه تمام شد دیگه. آه او زمان بود که دیگه واقعیت شام گپ از این بود که ما در اون زمان هم اقتصاد ما هم ضعیف بود. حتی یک خاطره را برد بگیم که به 20 افغانی تا طلوع آمدیم پس رفتیم به این زمان. به این شکل بود را مکی صاحب که مرا در خانه اجازه نمیدادن، نه مادر جان و نه خانم ای اجازه را ندادن. در اون زمان گفتن که شرایط شما ببینین و در این شرایط شما میرین به رسانه. ولی ما درک کردم امو فضا را و نخواستم که امو چیزی را که خواندیم یک علم کمی را که حاصل کردیم او را میخواستم که حداقل مسئولیت ادا کنم. دیگه به اون زمانی بود که باز چند رفیق و دوست و برادر بودم رای همکاری میکردن، میامدم به رسانه ها و مو مصارف هم میکشیدم گپ شما. حالا دیگه اون مصارف هم خلاص شده. او رفیق هم رفت دیگه گفت یادم تا چی زمان را ما مصارف هم بده شما در برنامه تلویزیون اشتراک کنین. از فامیل گفتین، از خانواده گفته، چرا مخالف بودن که شما بروی صحنه بیایید و آنچه که حقیقت است از بیان بکنید و با مردم شریک بکنید و با مسئولین هم در جریان بگذارید؟ رامکی صاحب ما یک تجربه تلخی از این و حرکت های مدنی داشتیم حتی در نظام گذشته. یک مثال خوبش یماجان سیاوش، یکی از جوانای ورزیده و مبارز ما بود که ما او را از دست دادیم. با صدها جوان ما به می شکل از دست دادیم. این فامیلا هم یک تصویر پیش از اینا در ذهنش است، اگر پسر ما است، اگر شوهر ما است، به این شکل میره مبارزه میکنه یا میره به رسانه ها، این ذهنیت برش داده شده که شاید سرنوشتش با مثل این جوان ها شود. به خاطر از امو بود که مرا گفتن که در این شرایط هیچ لازم نیست و ضرور نیست که برین. ولی ما چون یک شوق و علاقه داشتم با خود کشورم افغانستان و با افغانها همین کار انجام دادیم و تا فعلا هم مبارزه را که آغاز کردیم به خاطر دادخواهی و حقخواهی هموطنان ما او را ادامه دادیم و ادامه میتم تا که زنده است. خواهی مسئله اکادمی و مسئولیت های دیگر یک طرف قضیه، یکی از بحث های بسیار اصلی و مهمی است که فامیلتان نمیگذاره که بیشتر بر رسانه و برنامه‌های سیاسی اشتراک کنید و نظریات خود را یا تبادل نظر کنید همراه دوستان. چقدر خوب؟ خوب است. نه تنها فامیلم بلکه هموطنهای ما هم از پیش ما خواستن که شما باید در بحث‌ها بعد از این کم اشتراک کنید. بعضی تهدیدات هم وجود داشت ولی فعلا هم به اون شکل که کاملا فعالیت های رسانه ای را انجام ندادم به شکل نیست که در بعض تلویزیون ها و رسانه اشتراک میکنم. خب شما از تهدیدات گفتید، بعض تماس های ناشناس به شما گفتید میایه و شما رو تهدید میکنه، مطمئنا این کسان نیستن که در دولت باشن. اگر در نظام باشن، در دولت باشن، خب آنان اقدام میکنن، هر کار که بخواین انجام دادن میتونن. به نظرتان کیا از افرادی که در بین خانواده و خیش قوم خودتان است یا نه بیرون از این کسان دیگه که با شما مشکل و اختلاف نظر دارن؟ رامکی صاحبی در زمان تماس ها و اختاریه ها بیشتر شد. وقتی که من از استعفا دادم و باز بعضی بس ها امرای بعضی کس ها بود، بس های داغ بود، فکر کنم در مجاهدین هم، چون یک چیز باید بگویم که در هر جایی که ما رفتیم، در ولایت که رفتیم، بسیار استقبال خوبی کردن. هیچ وقت با یک مجاهد روبروی نشدیم که خدای نخواسته یک گپ بدی را از اونا بشنوم. ولی تماس هایی که آمده متاسفانه او را گفته نمیتونم. شاید پشت سنه اگر شما باز خواستین او را برتان پلی کنم که بسیار دشنام داده که حتی برای فامیل ما. ولی هیچ وقت آدرسش مشخص نشده که کیها بودن. دشنام های بسیار بعدی است که گفته نمیتونم، یعنی نزاکتا گفته نمیتونم. حتی اختار داده که هر جای باشین ما پشتان میایم. به این شکل بشتان یعنی چی میگی؟ غیرت خواهد جناب استاد تشکر. وقفه داریم، عزیزان پس از دیدن وقفه
برمیگردیم. ای که استاد یک سفر داشت و بعض دوستا فکر کردن که استاد رفت که رفت نرفته این در کنار ماست. دوباره بیاییم پرسارشان میکنیم. امیدوارستم از گزند روزگار بدور باشین و در کانون گرم خانوادگیتان برنامه خوب سراچه را ببینید. نظریات، پیشنهادات، انتقاداتتان را با ما شریک کنین. از طریق یوتیوب هم دوستایی که میبینن تشکر میکنم، همیشه وقت کمنتای شما را میخوانم. یک فرصت خوبه به کمنتای شما دادیم تا همیشه بخوانم و انتقادات دارم بر روی دو چشم پذیرا هستم. یک تشکری خاص میکنیم از اپی ماسیف انرژی درینک. انرژی برای تغییر، حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر میخواین انرژی جادو کنه، یک صحنه میشه بیشیمه میشین، پس اپی ماسیف انرژی درینک انتخاب کنین. استاد شما میشه که بگیرید اگر دوست دارید. مشکل نیست. تولیدات کشور ما باید استفاده شد. بفرمایید. زمانی که دروازه های دانشگاه برای دختران بسته شد، شما با تعداد از اساتید دیگر پوانتونا استعفا دادید، مشخصا در برنامه های لایف یا زنده تلویزیونی. قرارتان هنوز هم پابرجاست، درس نمیتید و پشیمان هم نیستین از اون کارتان؟ جناب رامکی صاحب، زمانی که من استعفای خود اعلام کردم، در اون زمان هم من سرسخت مخالف ازی بودم که خواهرای ما از تحصیل باز مانه و امروز هم از او استعفای خود دفاع میکنم و تا فعلا هم در هیچ پانتون تدریس نمیکنم. بعضی پانتون ها گفت استاد یگان صنف برتان تشکیل میتیم، کس نمیفهمه. گفتیم نه، استعفا دادیم، این مسئلین شوخ از کدام مکس و مکس ما رو نگیره. دیگه بخاطر از اینکه رامکی صاحب، چون ای سخن یا وقتی که ما میگم مکاتب باز شوه، پنتونا باز شوه، این سخن عادی نیست. ایره قرآن عظیم شان ما گفته، اسلام ما گفته. وقتی که اسلام ای گپ میزنه، قرآن ای گپ میزنه، خب باید هر مسلمان از او دفاع کنه و فعلا هم از زمین موقفم، از موزیگیریم دفاع میکنم. خب یگان صنف مخفی استاد، ما رفیق دارم در یگان دانشگاه. شاگردان یا مسئولین هم کسایی انتخاب میکنیم که رفیق باشن؟ نه نه، در غیر مستقیم با تلفن وقت سوال میکنن، امرایشان مشوره ها او را امرایشان دارم، ولی به خاطر از این که چون یک اعتراض مدنی بود و این حق ماست، حق خواهرای ماست و ما خودم هم دختر دارم، هیچ وقت نمیخوایم که دخترای ما بی سواد بانه و هیچ خواهر، اگر ما ببینیم امروز خواهرای ما که در خانه هستند، همشان در تشویش هستند، همشان به می شکل. حتی ما بعض وقت گفتیم رامکی صاحب، همین مهاجرت هم که هست، یک علتش همی است که همگی به خاطر تحصیل و تعلیم دخترای خود کشور ترک میکنه. وقتی که ما به این شکل با مشکلات مواجه میشیم، دیگه چی خوب است که ما بتانیم در کشور خود برشان مکاتب و پنتونا را برایشان باز کنیم تا برن به مکاتب و پنتونای خود و به خاطر درس. بسیار عالی، کار بسیار نیک میشه. استاد شما بیشتر هم یاد کردید، عکس از شما در صفحات اجتماعی به نشر رسید و یک بکس به شانه شماست، میخواید که عکس هم از صحنه میدان هوایی کابل است و دوستا گفتن که استاد مهمند هم افغانستان به قصد یکی از کشورهای درجه اول و مفشن و زیبا ترک کرد، اما پسان دیدیم که سرحدتان از زیرات. رامکی صاحب، خدا شاهد است که از دل و جان میگه میگپه، از همه کشورها که ای خاک خدا دوست دارم و بسیار برم دوست داشتنی است. و ما پیش از اینکه بیایم به سوال شما، یکی از وزرا نامش را نمیگیرم، از پیشم خواستم که ما برم امرای فامیلم از افغانستان بیرون شوم پیش از اینکه ما هرات برم. وزرای ولی... در حال حاضر وزرای نخیر خوا... جمهوریت. ولی جوابم همی بوده که فضای امروزی فضای است که بر ما مساعد است به خاطر خدمت کردن
و امروز از دیروز که بر ما زیادتر فضا مساعد است که ما بتانم حداقل رشد کنم، خدمت کنم به هموطنای عزیز ما، جواب ما می بود و در می خاک میمانم. وقتی هرات می رفتم، یکی از دوستای ما همراه ما بود، وام استاد پانتون است، استاد بلال عمر، اونا هم همراه ما بودن. یک ساعت اونا گرفتن، ما استاد بودم، گرفتن و عکس خوشم آمد، گفتم خیلی که هرات میریم یک هم پست میکنم در پیج خود، در صفحه خود. وقتی نیم تقریبا 20 دقیقه، چون امی پرواز ما به تعویق افتاد، یک 20 دقیقه نیم ساعت گذشته بود که دیدم تیک تاک و سوشل میدیا و همگی از عکس های ماست که اینا کشور ترک کردن. ولی اون زمان ما عکس العمل نشان ندادم. وقتی که هرات رفتم، بعض دوستای ناراضی ما بعض پستای را کرده بودن که این از خاطر زمین مبارزه میکرد، از خاطر زمین جنجال میکرد، در بحثا این کشور را ترک کرد، میخواست که کیس بر خود بسازه. وقتی که از هرات لایف آمدم، بعض دوباره باز بعض کسایشان که دید که یکم شرمنده شدن، باز گفتن که کارشان نشد، پس دوباره آمدن به کشور. کارشان نشد. بله، همین شکل بود. چقدر خوب. دوستان، استاد ما تیک تاکی هم هستن، این رقم تیک تاک هم فعالیت دارن. چی رقم؟ خود ما اوقدر فعال نیستم، ولی تعقیب میکنم تیک تاک. خود تیک تاک خوب است، یکان مصرفیت است. بله هست، در اوقات بیکاری میشه که من گفتم خودتان تیک تاکر نباشه. نه نه نه، تیک تاکر نیستم، تعقیب میکنم. از برنامه هایی که در آن اشتراک کردید، میزگرد و برنامه سیاسی، خاطراتی که در ذهنتان دارین که جالب باشه بسیار زیاد همراه ما و مخاطبین ما شریک کنین؟ بسیار خوب. بحث های ما رامکی صاحب در جریان دو سال، بیشترین بحث های جنجالی بوده. یکی از بحث های ما که جنجالی بود و پربیننده ترین بحث ها بود و همراه مبین صاحب بود، جنرال صاحب مبین، تولو نیوز. بله بله. خاطره جالب چی است که تودی خبر، خاطره جالبی است که من وقت آمدم، زبیلا سادات هم استاد بود، کمی داخل استودیو شدم، هم استودیو است و چاکی و ماندگی است، همش بادیگاردای جنرال صاحب بود، خودشان نشسته بود. من پس برآمدم، وقتی که برآمدم یک چند قدم رفتم، سادات صاحب گفت که استاد چرت ازی مالزه خوزم وای ولی و ما دلتا خود بادیگاردان دوم را کینه ولی کلا دادم مخ که خبری که ولیسم با خنده گفتمش. سال ها صاحب گفت رازه ها سادا گزاره بکو. در حالی که ما میرفتم به خاطر از اینکه دستشوی میرفتم، همی دستوری تازه میکردم، میامدم. باز وقتی که آمدم تصادفانم بدون حراس و ترس بود، وقتی ما یک صحبت کردم اونجا گفتم که ما به دنیا ضرورت داریم، ایالات متحده آمریکا، هر کشوری که باشه. اونا باز به ای آمد که ما غلام سیاسیشان نمیشیم. چی بحث بسیار جنجالی شد، بازی بحث ها در سوشل میدیا بحث بسیار داغ شد. امو بحثی بود که باز مبین صاحب دیگه فکر کنم تلو نیوز هم نماد، در یک بحث دیگه هم دعوت شده بودیم، خودشان تشریف نداشتن. شما هم دیگه از محافظین، از مجاهدینی که همراه خدا آورده بودن یا در کنارشان بود یا پشت صحنه، درس راست دیگه نداشتی؟ هیچ وقت غیر از خداوند هیچ راست باید نداشته باشیم. که وقتی رامکی صاحب در امی فیل دادم میایه دیگه، ترس و حراس باید نداشته باشه. اگر ترس و حراس داشته باشی، خب باز باید نبیده ای بس عوام در افغانستان در بحثای سیاسی و جنجالی بسیار مشکل است. اون افراد که در پشت صحنه نشسته بودن بعد از بحث خناق چیز نگفتن؟ نه. برخورد ناخوشایند یا؟ نه، اونا هیچ برخورد هیچ ناخوشایند نداشتن. خب وقفه زود میاد، به خاطر برنامه بسیار جذاب است، هیچ اصلا نمیفهم چطور مگذره وقتا. دوباره میاییم استاد، وقفه خدا بگیریم، وقفه دوباره میاییم، قصه های دیگه هم همراه استاد داریم. خوبان و مهربانان، سلام دوباره، خوش آمدین. همچنان سراچه ادامه داره. ما فرهاد رامکی با جناب استاد جاوید مهمند در خدمت شما هستیم. از شما میخواهیم تا پایانی دقایق همراه ما باشین. یک تشکری خاص ویژه از آب میوه 100% طبیعی نتروسی که با طعم‌های مختلف به بازار آمده. اگر یک بار شما امتحان کنین، من مطمئن هستم که بار بار نوش جان میکنین. نتروسی یک جوس واقعی. واقعاً
بسیار خوشتم است با طعمهای مختلف. جناب مهمند صاحب، یک چیز صادقانه بگوین، تا حال زمینه رفتن از افغانستان برتان فراهم نشده یا تعهدی که به وطنتان دارین نمیخواین برین، کارم شده که برتان زنگ آمده باشه گفته باشه بیایید ما شما را میخواییم امرای خود ببریم، یا در این قسمت بیایید شما را پیک اپ میکنن دوستای ما میارن در این موقعیت و شما امرای ما برین، از آغاز مرتال صادقانه یا اصلا تلاش همی کارم نکرد؟ رامکی صاحب از امی گپ بخاطر از این صادقانه گفتین که ما میفهمم افغانای ما اعتماد و باور بالای کسایی که کردن، مثلا گفتن که وطن دوست دارم نمیرم گفتن زمینه هم سایچه در رفتن. یکی از وکلام رای ما بود اسمشان نمیگیرم، در بحث بود کل هیچ کس اسمشان نمیگیره، نه در امار اسلامی میگم، در بحث هم رای ما بود، گفت که گفتم چه وکیل صاحب چطور شما نرفتین، فعلا همی وطن دوست دارم به خاطر از این ماندم، او کسایی که رفته چی کرده. یک چند وقت بعد که خبر شدم از طریق سکایپ وصل شدن، گفتم اینا کجا رفتن، گفتی کشورهای خارج رفته، گفتم ای خو گفت که نمیرم، گفت نه در بانک پیسش بود پولش. حالا به خاطر از هم شما صادقانه گفتین، ایره رامکی صاحب صادقانه براتون میگم، از پیش ما خواستم شده تلفنی هم و یکی از کشورها، کشورهای استرالیا بود، از پیشم خواست که با فامیلتان به ضمانت همه چیز شما بین، ما از اینجا شما را میکشم. و گپ دومی که برادر ما هم در یکی از کشورهای اروپایی است، اونا هم از پیش ما خواست کردن ولی خودم نخواستیم تا فعلا. چرا خارج دوست نداری؟ نه یکی از این وطن وطن است، وطن است بلکل بلکل. اما چیزی که در وطن است در خارج نیست. نه به اون شکل هم نیست، چیزی که در وطن است در خارج نباشه، در خارج هم است، چیزی که در خارج است باز در وطن نیست، او را باید درک کنیم. ما در بعض کشورها سفر داشتیم، مثلا ترکیه رفتیم، سعودی رفتیم، امارات رفتیم، هند رفتیم، بسیاری کشورها رفتیم، یا سفرهای رسمی بوده یا غیر رسمی بوده. ای که ما چرا نرفتیم رامکی صاحب، در این زمانی که ما کشور با ما ضرورت داره، چون درس ما تا مستری خواندیم، در پانتونای مختلف تدریس میکنم، ما فکر میکنم با این علمی که امروز در افغانستان عزت داریم، در افغانستان قدر داریم، در افغانستان زمینه کار بر ما مساعد است با می شکل، اگر در اونجا بریم فکر کنیم که اگر ما توقع زیر داشته باشیم که اونجا استاد شویم به زودترین فرصت، در بحث بسیار خوب ما را بگیره، متاسفانه نمیگیره، اونموش به اون شکل باز میشیم، مثل که وزرای ما پیزا فروشی و موتورسیکل امرایش است پیزا مفروشه باز به اون شکل. این حال دیگه شما فکر کنین که او وظیفه خوب است یا این مسئولیت که امروز ما داریم. راستی یکی از دوستان ما هم پرسان کرد، گفتم اگه رفتن نمگی برآمدن خودت چی تو ماندی؟ از ما اول تا حال تعهد تم همی بوده که هستیم هستیم، بعض اوقات که گفتیم هستیم بعض در کومنت نوشته کردن که بیادر اگر بر زمینه ایجاد شوه بودایت هم شاید نپوشی همه ترست پایلوچ بوده ایوری. یکی از یک دو سه نفر پلیس ترافیکی که در شهر نو کابل مصروف هستند، یک تشکری خاص از تمام افراد میکنم که زحمت میکشند، پلیس ترافیک هستند یا افراد تنظیف شهرداری کابل هستند و بخشای مختلف دیگه که زحمت میکشند، از کلشان سپاسگزار هستم. اینا از ما پرسان کردن، گفتن که برای خودت زمینه مساعد است چرا نمیری؟ دلایل ما برش گفتم که همین قدر و عزت که ما در بین مردم خود در افغانستان داریم با سیر در اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا و قاره های دیگه همه داشته باشیم، با سو زمان استاد جاوید مهمند فکر نکنم باشه دیگه هیچ کس، و شاید مردم هم اعتماد دیگر نکنه او باور و اعتمادی که دارن طبیعتن. ولی یک چیز است رامکی صاحب، بعضی کسایی که رفتن به این شکل نیست که ما تبلیغ کنیم کسایی که خارج رفتن ما بگیم که همشان یا وطن دوست نبودن یا وطن دوست نداشتن، ولی بعضی مجبوریت ها بوده او را رد کرده نمیتونم. اگر یک فامیل مثلا رفته، مثلا یکی رفته به خاطر از اینکه دخترش به مکتب نمیره، پنتون نمیره، کشور ترک کرده رفتن به خاطر از اینکه هیچ وقت نمیخواد که فامیل بی سواد بانه، یک کسی دیگه رفته که اینجا هست اصلا برشم زمینی خدمت کردن نیست،
اونا رفته، بعض جوان ها بوده تا دکترا، مثلا بعض اساتید پانتون کابل دیگه پانتون ها را ببینین وقت رفتن، بعضشان میشه که مجبوریت ها بوده باشه که رفته باشه، ولی کلشان ما نمیتونیم که بگیم که نه، او کسایی که در خارج هستن، اساتید، کسای با تجربه و همشان به خاطر عیش و عشرت رفتن، مجبوریت ها موجود داشته که رفتن، ولی کسایی که اونا هیچ مجبوریتی نداشتن، صرف به خاطر زندگی آسوده و به خاطر ازی رفتن که اونجا زندگی خوب داشته باشه و باز با کشورم جفا کردن و با مردم خودم. دقیقا نصد گپ ما است که هر کس انتخابش، هر کس دقیق. هر جای کس خوش و آرام و سربلند باشه. دقیق. ما از خود قصه کردیم، اصلا به دیگرام کار نداریم. بلکل طبیعتاً که بعضا مجبوریت برش حتما بوده، بعضا ترسیده، بعضا اینمی لحظه شاید تماسای مکرر از رفیقای ما داشته باشیم که ناراضیستن از رفتن خود. یک چیز از امی حراس گپ زدن، زمانی که نظام گذشته سقوط کرد، نظام جدید آمد، ما در پانتون تدریس میکردم. بله بله. اینقدر محصلین سراسیمه شده بودن، اومدن پیش ما گفت استاد حالا که تا چی اومدن؟ ارزان قیمت اومدن. گفتم کی اومدن؟ خب افغان‌ها اومدن دیگه، چی مشکل است؟ حتی در شهر نو موترهای خودن مردم رها کردن رفتن. یک حراس و ترس وجود داشت، یک تصویر بسیار خشنی از طالبا و امارت اسلامی پیش مردم بودن، ولی بعدا که فهمیدن، حالا فکر کنم که یک چیز پیش مردم همون تصویر گذشته حالا دور شده از ذهنیتهایشان. این چیزی که شما گفتین وجود داشت. بله. خب دوستا در آخر گپ مایی خواد بود که شما هم خوش آرام در آن طرف مرزها و آن طرف دریاها باشید، ما هم خوش آرام در این طرف دریا و این طرف مرز، هم ما خوش باشیم آرام باشیم. آه و این روزا هم مگذره. این روزا هم مگذره انشاءالله که باز یک روز هم خواهد آمد که اما پس دوباره یک جای شاییم. ما دوستان داریم، وطندار ماستین، از خود ماستین، قلب و جان و تن ماستین، در هر جای کسی آرام باشین. تشکر استاد. سوالات دیگه هم باقی مانده، اما بازم تایم پوره است، سای زیاد دیگه هم خواد کردیم. وقفه را میگیریم اجزایم، پس از دیدن وقفه دوباره بر میگردیم. جای دیگه نرین، سراچه را فراموش نکنین، با طلوع باشین. مهمن سب سای دیگه هم داره. و بازم خوش آمدین اجزایم. یک تشکری خاص و ویژه از اپی ماسیف انرژی درینگ، انرژی برای تغییر. حتما بنوشید و لذت ببرید. اگر خسته هستین و میخواین رفع خستگی کنین، پس انرژی اپی ماسیف انرژی درینگ میتونه که جادو کنه و خستگی تان رفع کنه. باش ما یک شب بخورم که دوستا میگه خود تبلیغ میکنی اما نمی نوشی. بسیار خوش طعم است. استاد شما، جناب استاد، آنچه که شما را رنج میده و ناخودآگاه گاه اشک از چشمانتان جاری میشه چیست؟ پرامکی صاحب، ما چون در علوم سیاسی ماستری خود گرفتیم در رابطه بین الملل، وقتی میایم امی 40-45 سال افغانستان که مطالعه میکنیم، در جنگ، بدبختی، بحران، مردم ما رنج دیده، وقتی میرم کشورهای دیگه را مطالعه میکنم، زندگی از اونا را میبینم و باز میایم از افغانهای خود را میبینم، واقعا این بسیار رنج میده که چرا ما افغانها دست به کار نمیشیم، چرا ما افغانها دیگر مسئله قوم و زبان و نژاد و همه چیز را چرا کنار نمیگذاریم، چرا نمیایم خود ما کشور خود ما چرا نمیسازیم. این بسیار رنج میده. و دومی که در پهلوی ازی بعضی فعالیت های خیریه را وقت انجام میتیم، میریم بعض خانواده ها را وقت میبینیم که کسا را ما میبینیم که شوهرهایشان در جنگ از دست داده، اولادهایشان از دست داده، یتیما را وقت ما میبینیم، واقعا بسیار زیاد رنج میته. یکی از او خانواده که ما بگویم در زمستان بود در خیمه زندگی میکرد، وقتی ما رفتم و اولادش گریه میکرد، میگفت که بسیار میترسنش. از طرف شب گفتم چرا؟ به خاطر میگه اینجا که سگ می تا صبح اینا خو نمیکنن. وقتی این حالت کشور را میبینم واقعا رنج میته. و خود ما وقتی
میبینیم که درس خواندیم، جوانا را میبینیم، میگیم چرا ما می ظرفیت پیدا نمیکنیم؟ چرا ما نمیتونیم؟ ما جوانا وقتی خداوند همه چیز به ما در این کشور داده، همه نعمات الهی را به ما شما عطا کرده، وقتی از این چرا ما استفاده نمیتونیم کرده؟ خود ما اگر ما کشورهای اروپایی رو ما در بعضی اوقات مثال میتونیم بگیم، شما ببینین وقتی ما در آب خود غرق میکنیم با کشتی ها، با همه چیز، با صد مشکل دیگه میریم به کشورهای اروپایی. شما ببینین تاریخچه کشورهای اروپایی رو ببینین که ای از ابتدا به می شکل اروپا بود، یعنی چقدر مشکلات اینا سپری کردن، چقدر مبارزه کردن با کشور خود، چقدر اینا در بخش علم، در بخش همه چیز مبارزه کرده تا امروز به اینجا رسیدن. ما به مو شکل اگر ببینیم کو وجود داره، زمین وجود داره، آسمان وجود داره، آب و هوای مقبول وجود داره، در زیر زمین منرال ها، منابع طبیعی وجود داره، پس دیگه ما چرا این کار را نمیتونیم کرده؟ به خاطر زمین در هر لحظه، در هر وقتی که فکر میکنم بسیار رنج میته و وقتی که افغان های ما میبینم در حالت بسیار بد قرار داره، با دوستای ما وقتی یگان جای میریم بسیار زیاد ناخوشایند میباشه. استاد از روزهای تدریستان در دانشگاه های مختلف که داشتید قصه کنید، آن روزها چیگونه میگذشت و خاطرات جالبه که از دوران تدریس دارید همراه ما شریک کنید؟ بالکل، ما رامکی صاحب در پنتون های مختلف تدریس کردیم و ما خاطرات خوبی را دارم و بسیار احساس خوبی دارم، به خاطر از اینکه از تدریسم راضی بودم، محصلین راضی بود، زحمت میکشیدم. و یکی از خاطره جالب ما که دمی امارت بود که قبلا برتان گفتم، او زمانی بود که نظام امارت اسلامی وقتی نظام گذشته سقوط کرد، همه محصلین برآمدند، سر و صدا، دخترها، بچه‌ها، همشان به یک حالتی بود که دیگه او روز فراموش شدنی نیست، بسیار حالت سراسیمه و حالت بسیار خطرناکی بود. استاد بسیار سختگیر بودید یا نه همراه شاگردا یا مسئولین مدارا میکردید؟ یک چیز بود رامکی صاحب، من در وقتی میرفتم تدریس میکردم، درس خوب میدادم، رضایت همشان حاصل میکردم و در امتحان بسیار زیاد سختگیر به خاطر بودم که یکی از خاطراتم است، مرا در یک صنف کمکی روان کردن، صنف پشتو هم بود، همش پشتو زبان ها بودن، شاید بشنوه سخنان مرا، من روان کرد کمکی، اونجا گفتن که شما برین امتحان از اینا را بگیرین. من رفتم، معمولا چون نمید بچه ها عادت داشتن بالای میز نوشته میکن نقل، باز در دست هم یکان نقل میگرفتن، دیگه من یکی از محصلی ندیدم که این دستش پر بود. در اونجا رفتم، وقتی گفتم خیلی شما یک کار کنین، کمی در هر مجلس که وقت ما مجلس را شروع میکنیم با تلاوت قرآن عظیم شان میشه، ما گفتم بیا خوب است امروز یک کار کنیم، پیش از اینکه امتحان شروع کنیم همتون اگر وضو ندارین یک وضو بگیرین، بعد از او باز میایم که امتحان هم پر برکت شود. دیگه این مسئله که بود تقریبا یک دو نفر سه نفر نبود، 10-15 نفر بود. گفت استاد هیچ رقم، گفت ما باز پسا نماز میخوانیم دیگه، نمیشه که ما چیز کنیم. گفتم نه خیر، شما برین دوستایتان یک بار بشوین دمی دستشوی، یک دو تا سه تا شیز، گفت ما امتحان نمیتیم، بریم که کل ما برایم. دیگه این کسایی بود که در دست چیز نداشتن. وقتی دیگه را دید بسیار شرمنده شدن، باز رفتن و دوستای خود داشتن. دیگه به این شکل امتحان جدی میگرفتم، صحنه امتحان، اول درس که میدادم مراضی بودم و تقریبا 80-90 فیصد محصلین خوبتر پارچه را حل میکرد. خب مگر از چهره تا نمیاد که اگه آدم جدی و سختگیر باشه؟ آه به اون شکل نبودم، ولی اصولی بودم، اصول اصول. آنچه که در دو سال گذشته اتفاق افتیده و شما را خوشحال و امیدوار میسازه و زندگی بیشتر در افغانستان چیست؟ بلکل سوال بسیار خوبی است، به خاطر از این سوال خوبی است که ما در جریان دو سال به ویژه جوانا بسیار ناامید بودند و هر جوانه که پرسان میکردی که او جوان حال تو سمسر 5 و 6 رسی چرا پنتونه رها میکنی؟ به این شکل میگفت او استاد چست چوی لیسی کری اوز خواستیم نشت وظیفه، اینه میگه پا میزدن یک ناومیدی دست مستر 6. باز من میگفتم کجا اون خال خودت خود درس میخونی یا مثل مستر 8 دک خلاص کردی پانتون خواند یک وظیفه پرد پیدا نشد؟ این علم آموختن علم خود صرف به خاطر از این نیست که تو پول بدست بیاری، سعی است که یک بخش از این ای است که باید تو مسئولیت تو بگیری پول بدست بیاری، ولی ای که فکرت روشن میشه، ولی ای که تو میای در خانواده را وقتی مدیریت میکنی، وقتی میای جامعه را مدیریت میکنی، یک گپ خوبی را میزنی، این یک کلان گپ است برای همگی. مرا وقت خوشایند ساخت در جریان دو سال
یک چیزی بود که ما وقتی در ابتدا وقتی ما دیدیم در تلاشی ها مجاهدین می دیدیم دیگه بسیار حالت یک گد و دی روان بود می گفتن که چی حالت است، ولی وقتی دیدیم امروزی که ما میبینیم در هر تلاشی که میریم منظم شدن، بسیار از اخلاق خوب کار میگیرن و این پروژه های اقتصادی را که ما میبینیم، کشورهایی را که میبینیم، مثلا بعضی کشورها می سفارتخانه های خود باز میکنه، یک امیدواری پیدا میشه که حتما به یک طرف عالی نی ولی به طرف خوب روانه هستیم. ای امیدواری برام پیدا شده و با سوی دیگه که میبینیم وقتی مکاتب بسته است، پنتون ها بسته است و تا فعلا هم هیچ عکس العمل نشان داده نشده، ای باز رنج میتابه. بخیر باشین، انشالله که امیدواریتان بیشتر شه. استاد محترم، بخش پایانی برنامه همچنان مانده، شما یک وقفه بسیار کوتاه چند ثانیه رو تماشا کنین، دوباره برمیگردیم، بخش پایانی رو فراموش نکنید. و بخش پایانی برنامه، یک تشکری خاص از آب میوه 100% طبیعی نتروسی که با طعم‌های مختلف به بازار آمده. اگر یک بار شما امتحان کنین، من مطمئن هستم که بار بار نوش جان میکنین. نتروسی یک جوس واقعی. تشکر میکنیم ازشون. و آل استاد، چند عکس را که ما داریم از شما میخواییم که نشر کنیم، بعد نظر شما در مورد او اکسا و اقصایی که از او اکسا دارین. دوستای ما اگر لطف کنن، جناب استاد، عکس اول شما با این وضعیت چی میکردین؟ این لوگر است، ولسوالی خوشی لوگر. خب این زمان است که سیلاب های شدید در اینجا آمده بود و ما با دوستا همه ما رفتیم به خاطر همکاری. یک وجه مشترک همراه جنرال صاحب مبین داره، تو اونا هم دو زمان رفته بودن. درست؟ نمیدونم که خب ما رفتم به خاطر از اینکه عظمتنای ما از نزدیک دیدن کنیم، ولی از این یک خاطره جالب از یک عکس دارم، وی که وقت رفتم از مردم خوشی وقت پرسان کردم، گفت در اینجا بیشترین وکلا که کامیاب شد از لوگر از ولایت از ولسوالی خوشی بود، ولی هیچ خدمتی نکرده بودن اونجا. می آمدن صرف به خاطر از اینکه پول می دادن، رای را به پول می گرفتن، بازی می دادن، کمپاین های انتخاباتی بودن، کسایی بودن که حتی سواد هم نداشتن، همین کارت سبز و سرخ نمیشناختن که چی از در کدام حالت بلند میشه، اونا کامیاب شده بودن، ولی متاسفانه بدبختانه هیچ کسشان خدمت نکرد و در این حالت هم مردم رها کردن رفتن. بخیر باشین، خداوند امرایشان حساب کنه کسایی که کار کرده. عکس بعدی شما با جمع از اطفال نازنین. این اولین روز عید بود، با دوستا تصمیم گرفتیم در یکی از یتیم خانه بود، گفتیم بیاین که روز اول عیده، یتیما را ببرین بچکر. باز بر از اینا لباس هم گرفته بودیم، چپلی و لباس همه پوشاندیم برشان، بردیمش در یکی از رستورانت هایی که در شارنه وجود داره، برشان نان هم دادیم، در تفریگاه هم بردیمشان، به خاطر از اینکه حداقل بتانیم یک 20 نفره از یتیمای ما، چون شما را مکیسای میفهمیم که در 45 سال یتیم و بیوه بشمار داریم، دیگه می خنده به لبشان بیه که هیچ وقت احساس از ایره نکنن که ما پدرهای ما وجود نداره. بخیر باشین، عکس بعدی. اوه چی بود، محفل عروسی میخوری یا این مردم پشهیس؟ بسیار مردم مهمان نواز. خب مرا در ولایت لغمان مهمان کرده بودن، ولایت لغمان است و این مردم پشهی بودن، باز در اونجا جمع شده بودن، پذیرایی شانمی بود که یک رسم دارن، گل گردن و لنگی. لنگی باز پذیرایی کردن که بسیار از پیششان تشکری میکنم. مردم افغانستان همش نازنین هستن و همشان مهمان نواز هستن، در از غرب تا شرق، از شرق تا جنوب، همشان همه. و ناگفته نمانه که من ولایت پروانم رفته بودم، با مو پکول سمت شمال پروانی و چپن اونا استقبال کردن، قسمی که شما گفتین همه مردم مهمان نواز است. بلکل. عکس بعدی، تعداد از دختر خانمایی که دخترکای نازنینی که
آینده سازان این مملکت هستند. بسیار تصویر جالب و در عین زمان از یک خاطرام دارم. یک کس بر ما در واتساپ نوشته کرده بود که خوب خوش هستی در بین دخترها بشینی و امی مبارزه تان به خاطر از امی است که با دخترها در حال که همشان طفلاست. ببینین ذهنیت های بعض افغان های ما اینقدر کوچک است که شما در یک راه میرین فکر میکنن که کدام سون دیگه میره، ولی این عکس که ما گرفتم یک عکسی بود که ما نشر کردم در صفحات اجتماعی هم به خاطر از اینکه دیگر باید دخترای ما، خواهرای ما، اطفال ما دیگر از درس نمانه و بسیار خوش بودن و بعضشان پرسانا میکردن که من صنف 5 هستم با صنف 6 چطور میشه استاد؟ گفتم خدا مهربان است ان شاء الله باز میشه تا زمانی که شما به خیر صنف 6 شوید. بخیر باشین جناب استاد، تشکر. چند سال شخصی داریم که وقت ما کم است، باید سوالات هم مطرح کنیم. چند سال دارید؟ از کدام ولایت افغانستان هستین جناب؟ بالکل رامکیسه، من 31 ساله هستم و اصلا ما از ننگرهار هستیم، از مومندره، ولی سالهای پیش، بسیار سالهای پیش آمدیم، ولی حال ولایت کابل تذکره ما از اینجا است، از شیوکی، از مومزه، اگر بلد باشین توت شیوکی در بعضی چی مشهور است، از اینجا است. اگر سنگایشم لاش اگر خدا خواست با اون سنگای لاشم میبرم. بخیر میریم انشاءالله. مگر سنتان 31؟ بزرگ هستم یعنی؟ نه دقیقا 31 هستی؟ 31 هستم. خیلی نام خدا، ما جوان ماندیم. از زندگی مشترکتون قصه کنید، چی مدت زمان میشه ازدواج کرده تو ثمره ازدواج دارم؟ من از این بسیار خاطره جالب است، من دختر کاکای خود گرفتیم. بسیار عالی. و به خوش خود گرفتیم، تقریبا 9 سال از آرسی میشه، 5 فرزند. 9 سال، نام خدا، نام خدا، 31 سال، 9 سال. امیزر زبانی من درست نیستم، من حساب در ریاضیات تو قدر خوب نیستم. از 31 نور که من فکر کنین چند میمانه دوستا؟ خب همکار ما میگه 22. خب مردم پشتون هنوزم ما گزاره کردیم. خب 3 دختر دارم، 2 بچه. نام خدا. و بسیار کوشش میکنم سر تحصیلشان که هم دخترای ما هم بچه های ما که هست باید تحصیل کنه در کشور، انشالله که تحصیلات خوب داشته باشن. از مشکلات روزگار زندگی قصه کرده، در حال حاضر چطور است وضعیت اقتصادیتان استاد؟ فعلا خو رامکیسب خوب است، قسمی که دیگه افغان هاست، افغان های معمول، به مو شکل ما هم یک زندگی نرمال معمولی را داریم، ولی ما تا ماستری وقتی رسیدیم تا استادی بسیار مشکلات را سپری کردیم. بخیر باشین جناب استاد، از اینکه به برنامه ما آمدین افتخار بخشیدید. بخیر باشین، خوشحال شدیم که دیدیم تان، انشاءالله همیشه به افغانستان بمانین و در کنار هموطنان ما. دیر من نکم را مکیسه بلتاسونه او زموږ له لیدونکو هیوادوالونه چې تر دې دمه زموږ ملتیای وکړه، له ټولو نه مننه کوم، خوشحاله اوسئ او همدلته به پاتې ان شاء الله. په دې بخیر باشه، سپاسگزار. تشکر از شما خوبانه که تا این دم همراه ما بودین و برنامه سراچر تماشا کردین. تا برنامه بعد که باز هم من فرهاد را که حضور شما میهمم تانو به خداوند میسپارم، شاد و موفق و خرم باشین. بدرود.